هیچ کاری نکردم، گربه خودش اومد. سلام بچه ها، چطوری دنبه هاپی؟ خیلی خوب باشه. خب اینجا داشتم میرفتم آرایشگاه که ژلیش ناخونم رو ترمیم کنم بعد دو ماه. اینجا هم تو فکر بودم که کدومی که از این رنگ ها رو انتخاب کنم، طبق معمول طیف رنگ بنفش. اینجا هم که اون طرح ناخونم رو دادم که واسه هم بکشن. من عاشق این رنگ اکلیلی هم، دوباره یه دفعه زده بودم اینو، دوباره هم رفتم همین رو زدم. خب یه چند وقت بود که به شدت تو مود این بودم که چتریمو یه ذره کوتاه کنم، که بله انجامش دادم. کلان ریسک داره دیگه، من اینجوری هم که اوکی، حالا اگه خرابکاریم کردم دیگه. خیلی ویدیو آموزشی واسه شدم، ولی تهش همینجوری شانسی به روش خودم، یه روشی ابدا کردم، کوتاه کردم. واقعا در سشوار کشیدن خیلی ناتوانم، اینجا هم موام گیر کرد، کلا بلد نیستم موام سشوار بکشم، در حد همون اوتو کشیدن واقعا بلدم. لطفا بهم بگید که خوب انجام دادم، و اینکه نمیدونم این اعتماد به نفس از کجا نشأت میگیره، ولی الان به نظرم واسه کسی که اصلا تجربه نداره به نظرم خیلی خوب کوتاه کردم. نظر شما چیه؟ لطفا وقت بگیرید پیشم برای کوتاهی چتری. ولی خوب شد خدایا، فکر میکردم قراره خرابکاری کنم. اوکی، یه ذره یه جوریم با عینک توی ویدیو، انگار خجالت میکشم، ولی آره چون یکی از بچه ها گفته بود که به همون نشون ندادی عینک تو، گفتم که حالا بذار بیام الان نشونتون بدم، ولی هنوز عادت نکردم بهش، ولی سعی میکنم که عادت کنم حالا موقع ویدیو گرفتنم عینکمو بزنم. گرچه هنوز باز تو خونم حالا میزنم و ولی کم، دوباره دارم چیز میکنم، یعنی یه جورایی چون اوکی ام واقعا بدون عینک چشم مشکل نداره، یه ذره دورو مثلا اذیت میشم ببینم، خیلی اوکی ام. بعد سر این اینجوری ام که همینجوری خیلی حس نمیکنم که نیاز دارم عینک بزنم. آقا دکتر گفت بزن، حالا سعیمو میکنم که اینقدر بیشور بازی در نیارم، عینکمو بزنم دیگه. واقعا آه مردم از خستگی، اینقدر خستم که انگار کل راهو من رانندگی کردم. حالا خوبه نصفشم خواب بودم، بعد فکر کنید حافظ خون خودمونه، متکام آوردم پس بخواب، متکای خودم عادت دارم رو این بخوابم، ارتفاعش کمه بعد راحتم رو این میخوابم. اوکی دیگه متکامم آوردم این سری بخوابم. سلام بچه ها، چطورین؟ موهای من ببخشید، دیشب رفتم همون، بعد اومدم دیگه حال نداشتم موهامو شونه کنم، بعد دیگه همین جوری مونده، گفتم الان بیام چای بخورم بعد برم این موهامو یه ذره حالا اتو آوردم که یه ذره موهامو حالا صاف ماف کنم. کلا شمال میام همون میرم، وضعیت موهام این شکلیه، میشه فکرم بخاطر آب شماله، یعنی ببین رطوبت، من تو شمال که اصلا میام رطوبت هستا، ولی حس میکنم بیشتر تاثیرش به خاطر آبه، به خاطر اینکه تا قبل اینکه مثلا بخوام برم حموم مثلا موها مثلا این شکلی نیستش، با اینکه مثلا رطوبت داره و اینا، ولی به محض اینکه مثلا میرم حموم این شکلی میشه موها، مثلا همین حس میکنم که احتمالا به خاطر آبشه که مثلا اینجوری میشه. حالا بنادرت یه اوتو میکشم صاف شه، باشم برم موهامو صاف کنم، میزن این شرط پرتی در رو کنم.
تو ایوون خونکه، بعد مامانم این شیرینی های عید و اینا رو گذاشته بود تو ایوون این جلوی در. بعد من مدام پایین یهو دیدم که صدای خشخش میاد از کنار در، بعد اومدم از این پنجره نگاه کردم، دیدم گربه است. من عشق گربه، بعد واسه شب نگاش میکردم، ولی یهو شک کردم به بیتا، گفتم بیتا این کیسه چیه این بغل در؟ یهو بیتا گفت شیرینیاست. بعد اینجوری کردم گفتم این داره یه چیزی میخوره. بعد یهو در رو باز کردم دیدم تمام این سلفون روی جعبه شیرینی و گربهه پاره کرده بود، داشت شیرینیه رو میخورد. اخو تو خونمون همه میدونن من عاشق گربم، میدونین؟ من حتی اگه توضیح بدم که این وسط من هیچ کارم، مامانم ممکنه بکشدم. الان مامانم بیرونه نیست، در هر صورت میفته گردن من، میدونین؟ من دارم فکر میکنم که باید چیکار. بابا خدا من هیچ کاری نکردم. خدایش از هر جهت نگاه کنی تقصیر من نبوده، ولی از اونجایی که تو خونه ما همه اینجوری هن که گربه های ربطی به تو دارن به خاطر علاقه بیش از حد من به گربه، قطعا اصلا واسه شون مهم نیستش که من میگم من هیچ کاری نکردم، گربه خودش اومد. میفته گردنم، در هر صورت میفته گردنم، میدونی؟ بهتر اصلا دلیل نیارم. بیتو نظر تو چیه؟ میگه یه فاتحه نثار روحش بفرسته. راست میگه دیگه، بعد از این اگه ویدیو نذاشتم دیگه. آره به خدا من کاری نکردم، خودش اومد. این گلن گربه خیلی پرروه، این یه دونه سیاسفید هم هست این سری، اگه اومد ازش فیلم میگیرم میذارم واسه تون. یه سری در بالا در بالکن باز بود، از تو بالکن اومده بود، یهو من دیدم وسط اتاق صدا میاد، بعد پا شدم یهو دیدم که دوتا چش زل زده به من، اومده بود وسط اتاق. دو ساعت دنبالش کردم، پیش 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 فرستادمش بیرون. کلن خیلی پرروه، بقیهشون اینجوری نیستن، بقیهشون خیلی گوگولیه. بیتا یه جوری نگاه میکنی خیلی معذب میشه مثلا. آره به خدا یه جوری نگاه میکنی اصلا معذبم میکنی. من اگه بعد این ویدیو پیدام نشد دیگه، تا جوری بود که بیتا میگفتش که مامانم گفته دست به شیرینیه نزن ترکیبش خراب میشه. بعد الان گربه خیلی شیک قشنگ اون وسطشو باز کرده بود، نشسته بود داشت میخورد. بعد مجبور شدم دعواش کنم دیگه، پیش پیش کنم بره. ببینید بچه ها، بهترین دفاع حمله است. مامانم بیاد یه جوری با عصبانیت و چی؟ آره یه حالت مثلا که انگار تو تقصیر کاری. خب اینجوری هم که آدم شیرینی رو میذاره تو ایوون وقتی میدونه گربه میاد، آره شاید مثلا اینجوری جواب بده که تقصیر من نیفته. حداقل زنده بمونم با این تاکتیک. حتی مامانم بیاد حس کنم تو برزخ گیر کردم، منتظرم بیاد تنبیهمو به جون بخرم. ای خدا آخه به من چه؟ من چی کاره بیدم؟ بعد شما فکر کنید من واسه این گربه ها غذا خشک خریده بودم که مثلا اومدیم شمال، مثلا میخوام غذا اینا بهشون بدم، هر چیزی رو ندم که مثلا ضرر داره واسه شون اینا. الان فکر میکنم اون غذا خشکا رو مامانم به خورد خودم به. وای الان خندیدم، مریم زده مامانت اومد، تا اومد مامانت رو دیدی مثلا این مرده تو این سریال سقوط رو هم دیدین یا نه؟ دلار چیز میکرد خیرات نه آقا مسلم. بله یه $5 به من بده. نظر میکرد یه $5 برای مرد کنسم. چی؟ آره صدقه، راست صدقه؟ آره یه $5 بر پرت کن بی به عنوان صدقه که زنده بمونی. سلام، خیلی خوش میگذره، خیلی خیلی به خیر گذشت. ببین حالا که این کار کردی برای تنبیه دارم خواهی بسنی،
دیگه من امشب با شام درست کنم. تنبیه همینه، شام درست کنم امشب. از بس ماکارونی های خوشمزه ای درست میکنم، همش من مجبور میکنید، همش من مجبور میکنید ماکارونی درست کنم.